سلام، من امیرعلی میرزایی هستم، مربی رفتارشناس روانشناس تکواه. خیلی خوشحالم که اصولی خانم و سیدنی خانم در خدمت شما هستیم. میخوام یه موضوع مهم دیگر رو بهتون یاد بدیم که چیکار کنید که سگتون عاشق مسواکش بشه. خیلی از صاحبا من میگن آقا سگم نمیذاره مسواک بزنم، سگم پرخاش میکنه، سگم سرشو میکشه، سگم از مسواک بعدش میاد، سگم از مسواک فرار میکنه، سگم از مسواک میترسه و همینجور مشکلات مختلف. قطعا همه ما میدونیم که مسواک و سلامت دندون برای سگ موضوع خیلی مهمه. البته نه اندازه انسان که شما روزی دو بار بخواید مسواکش بزنید، سه بار مسواکش بزنید، ولی هر مثلا سه چهار شب در میون، هفته ای دو سه بار شما باید سگتون رو مسواک کنیم. پس این باعث میشه که دندونش سالم‌تر بمونه، کمتر نیاز به جرم‌گیر داشته باشه و زیباتر باشه بچه‌تون. پس قطعا حالا در مورد خاصیتاش که همه میدونیم مسواک چقدر خوبه، میخوایم در مورد روشش به شما توضیح بدیم. آقا خیلی صاف بریم سر اصل مطلب. اولا اینکه کی سگمون رو مسواک بزنید؟ موقعی که سگمون داره وسط خونه بازی می‌کنه، یهو سرش نمی‌کنم میگم بیا مسواکت بزنم، که تو خیابون داریم میریم بیرون راه بریم که نمیگم، وسط غذا که نمیگم میاد، موقعی که گرسنه‌ست، موقعی که حیوان زاد، موقعی که ترسیده، موقعی که یه نفر تازه اومده خونمون، یه مهمون داره، تو این شرایط که ما سگمون مسواک نمی‌زنیم، سگ تو اوج آرامش مسواک می‌زنیم. مثل الان سیدنی، یه موقعی که سگ یه گوشه واسه خودش خوابیده، داره استراحت می‌کنه، کار خاصی نداره، یه گوشه خوابیده واسه خودش داره استراحت می‌کنه. تو چنین شرایطی اگه ما سگمون رو گیر آوردیم، بهترین وقته که بریم مسواکش بزنیم، به خاطر اینکه سگ تو اوج آرامشه. حالا ما می‌خوایم امروز با صوفی این کارو امتحان کنیم که بهشون، چون صوفی از مسواک بیشتر بعدش میاد و بیشتر مقاومت می‌کنه، ما می‌خوایم به صوفی یاد بدیم که مسواک بزنه چطوری. آقا ما اول از اینجا شروع می‌کنیم. اولا انتخاب خمیر دندون و مسواک مناسب. در مورد مسواک صحبت بکنم. ببینید، پیشنهاد من همیشه استفاده از این مسواک‌های دسته داره به جای مسواک‌هایی که توی انگشت شما میره. تو الان دارم میفهمم بهتون نشون بدم، مسواک‌های دسته دار به چندین جهت بهتره. مسواک انگشتی که همه دیدیم دیگه، مثل انگشتونه، مثل چیزی که وارد انگشت میشه، چه استوانه میره توی انگشت شما و این وقت مسواک سر انگشت شما وجود داره، شما با دست خودتون شروع می‌کنید مسواک زدن دندون بچه. مورد مسئله‌ای که وجود داره اینجا اینه که اگه سگی پرخاشگر باشه، اگه سگی بخواد گاز بگیره، اگه سگی بخواد پرخاش کنه، اگه سگی بخواد حمله کنه، مسواک انگشتی دست شما باشه، درجا میاد انگشت شما رو گاز میگیره. حالا ممکنه شما بگین در واقع سگ خود من ممکنه این کار نکنه، ولی خب دامپزشکای عزیز، آرایشگرای عزیز، کسایی که دائما با سگ‌ها از نژادهای مختلف و سایزها و اخلاقای مختلف در ارتباط هستن، ممکنه سگی خوشش نیاد دندونش دست بزنید یهو گازتون بگیره. پس بابت اینکه این اتفاق آسیب به شما نرسونه، بهتر از مسواک دست داره سگ کنید دادن گرفت دسته مسواک رو گاز بگیره، نه اینکه دست شما رو گاز بگیره. پس این میشه اولین انتخاب درست مسواک. خب ما مسواک درست رو انتخاب کردیم، میذارم کنار. حالا بریم انتخاب درست خمیر دندون. آقا ما خمیر دندون ایرانی داریم، خمیر دندون ایرانی پرسا. ببین شما هفته ای دو سه بار میخواین سگتون رو مسواک بزنید، یه خمیر دندون بخرید حداقل 3 4 ماه جواب کار شما رو میده. پس چه کاریه که حالا که دیگه اینقدر مثلا اوکیه، بریم سراغ خمیر دندون ایرانی. ما میتونیم از خمیر دندون خارجی استفاده کنیم. حالا خمیر دندون خارجی چینی داریم که حالا اسمش پت توت پیس، فکر میکنم اصلا برند خاصی نداره. خمیر دندون خارجی چینی داریم، من چند بارم استفادهش کردم، اوکیه. و خمیر دندون خارجی خب خیلی معروفه، بیفار، یعنی مثلا که برند مورد علاقه منه برای خمیر دندونم وجود داره. حالا به هر حال اول ما این خمیر دندون درست انتخاب میکنیم که تاریخ مصرف داشته باشه، همه چی اوکی باشه. حالا که خمیر دندون رو انتخاب کردیم، خمیر دندون درست رو انتخاب کردیم که واقعا ترجیحاً بهتر از خمیر دندون خارجی استفاده کنیم، میخوایم یه کاری کنیم سگمون با خمیر دندون رفیق بشه. من یه ذره خمیر دندون میذارم رو که انگشتم، احتمالاً ممکنه هر سگ از طعم مزه خمیر دندون خوشش نیاد، برای اینکه یه ذره باهاش آشنا شه میگیرن جلو صورتش. خب سوفی چیزی اون دسته که از مزه خمیر دندون خوشش نمیاد، من یه ذره میمارم به دماغش که خودش مجبور شه بخوره. خب اگه باشه باش با طعم خمیر دندون آشنا بشه، بفهمه اونقدر هم چیز وحشتناکی نیست، میشه خوردش. اوکی، خب حالا که با طعم خمیر دندون آشنا شد و رفیق شد، حالا یه ذره مسواکش هم میذارم پیشش باشه. اصلا بعد تا میتونی یکی دو روز شما مسواکتون بزنید، یه موقعهایی تو اطراف سگتون کنار اسباب بازیش مسواکش هم باشه، یه ذره باهاش آشنا بشه، ببینتش، بشناسیش، ولی خیلی نذاریم باهاش بازی کنم شروع کنه به جویدن. یه ذره که جوید دیگه یواش یواش حواسش رو به اسباب بازی دیگه پرت کنین ازش بگیر، نه اینکه برید دعواش کنین ازش بگیر، یه ذره بزنین اطراف هم مسواکش رو به جای ذره باهاش آشنا بشه، بکنه یه اسباب بازی. خب حالا به این مرحله رسیدیم، سگ با مسواکش آشنا شد و میخوایم شروع کنیم به مسواک زدن. سگ با خمیر دندونش هم که آشنا شد، همه چی اوکیه. آقا ما میخوایم سگو تو اوج آرامش مسواک بزنیم. همینجا که صوفی وایساده، من اگه اینجوری تکشو بگیرم شروع کنم مسواک زدن، ممکنه استرس بگیره. پس من این کارو باهاش نمیکنم، میذارم سگ بره تو اوج آرامش. من به شما قول میدم بیشترین چیزی که باعث بشه سگ شما تو اوج آرامش بره اینه که این شکلی به بغل بخوابونیمش، یعنی کاملا سرشو بذاره بغل روی زمین و اینجوری بخوابه. وقتی که سر سگ شما اینجوری کاملا روی زمین قرار میگیره، سگ به کامل به بغل میخوابه،
شما اصلا به چشم چیز خاصی بهش نگاه نکنید. این هیپنوتیزم یوگا، هیپنوتیزم یوگا، مدیتیشن. سگ میخواد تو اوج آرامش برو بره. یه ذره که سگتون این شکلی نگه دارین، نازش کنین و قربون صدقش برین و براش وقت بذارین، سگ کاملا این شکلی آروم میشه و بغل میخوابه. حالا سگ تو اوج آرامشه، احتمال اینکه به کاری که بعدش میاد ریاکشن کمتری نشون بده بیشتر میشه. حالا بذم یه ذره میزو بیارم بهتر که تو کامل نمیشه. خب ترجیحاً یه ارتفاعی میذاریم سگو، منم گوشتمش روی میز مثلا که حالا یه ذره بیاد بالاتر، من تسلط بیشتری روش داشته باشم، شما هم تصویر راحت تر ببینید. خب حالا من سگو به بغل میخوابونم، یه ذره نازش میکنم، قربون صدقش میکنم. سگ کاملا در اوج آرامش قرار گرفته و به بغل خوابیده. الان کارش ندارم ولی خودش اینجا خوابیده، در اوج آرامش خوابیده. حالا میخوایم بریم سراغ مسواک. حالا اینکه از سر بلند یا کوتاه مسواک استفاده کنیم بستگی به سایز دندون سگتون که کدوم دندون داری استفاده میکنی، یعنی کدوم دندون داری مسواک میزنی، و اینکه خب مقاومت سگ چقدره و میگم سایز دهنش چقدره، سایز دندوناش چقدره. مسواک مثل اندازه آدم، نه زیاد نه کم، خیلی منطقی میزنیم همین دندون روی مسواک. حالا میخوام شروع کنیم که مسواک زدن سگ. آقا من این فکشو آروم میدم بالا، با یه حرکت دایره‌ای. من نگاه این شکلی دایره‌ای که حرکت میکنم، یواش یواش برخورد میکنم به دندون سگ. هر دایره‌ای که میزنم یه برخورد کوتاه به دندون سگ دارم و شروع میکنم مسواک زدنش. دندونای بالا همینطور، دوباره فکو میدم پایین. نه اگه خواست به این بچه‌ای که داره مقاومت میکنه تکون میخوره، دست تمام میزنم بالای سرش، یک ثانیه نگهش میدارم، بهش میگم نه از جا تکون نخور. دوباره شروع میکنم آروم آروم، اینکه یه هم مسواکو بگیرم جوش بکشم. اولش خیلی آروم با یه حرکت دایره‌ای هی یه دایره میکشم روی دندون سگ و آروم آروم با این سیستم مسواکش میزنم، آروم آروم. بعد میرم سراغ دندونای پایین، فکو میدم پایین، همین کارو با دندونای پایین تو جهت برعکس دوباره همین کارو با فک پایینم انجام میدم. به همین سادگی دندون رو بالا رو پایین. هر چقدر که اگه زچه‌ای من خواست پاشه، من حتی میتونم از یه نفر کمک بگیرم، یه نفر مسواک بزنه، یه نفر سگو هندل کنه. اگه بچه‌ای من خواست از جاش پاشه، کلاشو بیاره بالا، تقلا کنه، من دستمو میذارم سرش، بهش میگم نه، ازش میخوام تو همین پوزیشن باقی بمونه. ولی اگه قبول کرد تو این پوزیشن باقی بمونه، هر یکی دو تا دندونی که مسواک میزنم از این برگه تشویقی با حالم بهش میدم، یه خوراکی هم میدم بخوره که بدون خبری هستی اتفاق مثبت هم واسش بیفته. آخر تمرینم که تمرین تموم شد، بازم حتما یه تشویقی با حال به سگ میدم که سگ بدون تشویقی نیامده باشه، یه حس مثبت در انتها براش قرار بگیره. پس سگو کامل به بغل میخوابونیم، اجازه نمیدیم از این پوزیشن تکون بخوره، چون میره تو اوج آرامش. حالا شروع میکنیم فکو آروم میدیم با یه دستمون، یه فکو میدیم بالا، یه لثه رو میدیم بالا، شروع میکنیم کشیدن روی دندون سگ. البته من یه نکته خیلی مهم بهتون بگم قبل از اینکه شروع کنیم به مسواک زدن، بد نیست یه ذره شروع کنیم با دستتون ماساژ دادن دندون سگ، ماساژ دادن لثه های سگ. سوزی خانم پاشو بابا قربونت برم الهی که صورتت معلوم شه. چون لثه سگ رو تکو که میدیم بالا، لثه سگ رو با دندوناتون این بالاها رو شروع کنیم. دست من تمیزه، شما دستتون تمیز باشه، شروع کنیم بالاها، دوباره فک پایین، پایینا، دوباره اصلا همه جای مثلا توی دهن سگ، حالا این جلوها فرقی نمیکنه، همه رو هی با دستتون ماساژ بدین. سگ عادت میکنه، حتی موقعی که دارین باش بازی میکنین بعضی موقع این کارو بکنین، سگ عادت میکنه اجازه بده شما به اطراف دهانش دست بزنین و این باعث میشه که راحت تر موقعی که دارین مسواکش میزنین. تسلیم اینجوری خوابیده، توی اوج آرامش هم قرار گرفته، یه ذره قربون صدقش هم رفتین، حالا خیلی آروم با حرکت دایره‌ای درست هم دارین مسواک میکشین روی دندوناش، میبینین راحت تر باهاش کنار میاد. حالا اگه من درست هم نکشم اینجوری هم مثلا بکشم مسواکو، سوفی راحت تر با این قضیه کنار میاد، چون که قبلا ما باهاش تمرین کردیم و اجازه میده که ما به دهان و دندانش دست بزنیم. این اجازه رو سوفی به ما داده قبلا. خب حالا همینطوری که یه نفر داره سگو مسواک میزنه، از اینجا یه مسواک دستشه، حالا داره مثلا دندونای، حالا مثلا ما دندونای بیرونی رو رفتیم، حالا رسیدیم به دندونای تویی، من اینجا رو میدم فکو بالا، قشنگ دندونای تویی رو دارم مسواک میزنم. من یه نفر که دارم اینور مسواک میزنم، از این ور یه آقای دیگه، یه خانم دیگه، همکار شما، دوست شما، به سگتون خوراکی میده، چون داره درست با ما کنار میاد. هر یکی دو تا دندونی که مسواک میزنیم یه خوراکی بهش میدیم. آخرش هم که تمرینش تموم شد، کلی قربون صدقش میگیم، یعنی مسواکش تموم شد، خیلی قربون صدقش میگیم، خیلی تشویقش میکنیم، آفرین سوفی خانم، عالی بودی تو مسواک، آفرین بابا، هم بهت تبریک میگم. اینجوری خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد تشویقش میکنیم و قربون صدقش میگیم که یه حس خیلی مثبت پیدا کنه
و اینجا فکر کنه که چقدر کار بزرگ و خوب و مهم میکرده، پس در نتیجه تشویق آخر مسواک هم به شدت مهمه. پس این که من میخوام سگم اینجوری نگه دارم حالا به زور جوک کشه بگیرم مسواک بزنیم اصلا درست نیست. سگو میتونیم روی سطحی که یه ذره ارتفاع داشته باشه بغل بخوابونه که تو اوج آرامش بره. حالا که تو اوج آرامش رفت اول یه ذره مسواک میدیم بخوره که امتحان کنه، یه ذره با لثه هاش با خودمون داخلی با انگشتای خالی بازی میکنیم، بعد مسواک و دایره آروم میکشیم، سگ رو بغل خوابیده باشه، سرشو بلند نکن، اگه سرشو بلند کرد سرشو میخوابونیم، اگه بلند نکرد تشویقش میکنیم برو مسابقهش میریم و بهش یاد میدیم که کار درست نیست تو همینطوری بمونی تا مسواکت کنی. مسواک زدن هم که تموم شد حتما یه خوراکی باحال و خوب و درجه یک توپ به سگتون میدین که کلی باهاش حال کنه. خیلی ممنونم برو بچه برو پیکار، خیلی ممنونم که به حرفای من گوش میدید، خیلی متشکرم که با من وقت میذارید و امیدوارم که خوب تونسته باشم بهتون این موضوع رو یاد بدم. مرسی، خدا حافظ.